کی بهتون گفته که کمپرسور اینورتر دی سی هستن اصلا کمپرسور اینورتر دی سی نیستن بچه ها حالا دلیلشو بهتون الان میگم ببینید این دوتا کمپرسوره خب یکیش تکواز ای سی هستش یکیش هم در واقع چی هستش اینورتر است آیا اینورتر برق دی سی مصرف میکنه نه عزیز دلم چون در واقع بچه ها ببینید این کمپرسور تکواز ای سی هست دو تا سیم داخلش داره خب یکی سیم اصلی یکی سیم کمکی سیم اصلیش قطرش در واقع بچه ها بیشتر است مقامت اومیش کمتر است و سیمپیچ کمکیش قطرش کمتر مقامت اومیش بیشتر درست شد پس کلا دو تا سیمپیچ داره و یه دونه خازن روغنی دائم کارم اینجا سربندی میشه نگاه کنید اینجا اینا سه تا سر داره استارت رانینگ و کام درست شد بچه ها مقامت بین استارت و رانینگ یعنی این دوتا از همه بیشتره مقامت بین رانینگ و کامان از کمتره و استارت و کامان مقامتش در واقع متوسط است چیجی سهبندی میکنیم؟ یه نخازن میاریم خازن روغنی بین رانینگ و استارت یه دونه خازن وصل می‌کنیم یه دونه نولم میدی به اینجا و در واقع یه دونه فازم میدی به اینجا کمپرسور رو درام میافته درست شد حالا این روتاری هستش بچه‌ها یه اکومولاتور هم داره در واقع بهش مایه شکم میگن اگه سوال داشتی تو کامنت ها بپرس به جواب بدم اینم در واقع پیستونی ازش بچه ها درست شد پیستونی در واقع تعمال گرمش بیشتر است همشون سه تا تیپ آب دارن تی یک تی دو تی سه تی یک برای مناطق تهران مشهد احواز اینا هستش تی دو برای مناطق شمال ایران و نقاط سرسیر است و T3 هم میشه مناطق گمسیر باز اصلوی بوشهر اندیمش و جاهای دیگه درست شد حالا بریم سراغ اینورتر بچه اینورتر رو نگاه بکن این کمپرسور اینورتره درست شد که الان ما نوع در واقع چیشی میبینیم روتاری شو داریم میبینیم درست شد خب اینجا نگاه کنید سه سرد سر داره کمپرسور اینورتر اینجا رو براتون بازش کردم اگه خواستین بعدا بهش همین شکافتاشو داخلش بهتون نشون بدم خب که تو دوره تعمیرات و نصب کولرگازی کامل برای بچه شکافتیم و توضیح دادیم نگاه کنید کمپرسور اینورت سه تا سیم پیش داخلی وجود داره در صورتی که کمپرسور تکفاز الان بهتون گفتم دو تا سیم پیش داشت سه تا سیم پیش داره هر سه تاش یکی است یعنی بین این دوتا اهمت بزنی مثلا میده دو اوم بین این دوتا میده دو اوم بین این یکی و این یکی و این یکی میده دوم دو پس تا در واقع مقامتشون یکی است این اولین توافتش توافت دومش یه سه خازن نمیخواد سه فاز می ورس میکنه اینجا خودش راه میافته درست شد توافت بعدیش چی است این داخلش سیمپیچش مثل الکتروموتور معمولی میمونه ولی نگاه کنین شبیه الکتروموتورهای دی سی بی ال دی سی است یعنی بدون جاروبک چون اینجوری هست به اینا میگن کمپرسور دی سی اصلا کمپرسورشون دی سی نیست بچا کمپرسورش ای سی هست ولی چون که ما در واقع میایم نگاه کنید چون که در واقع میایم بورد میذاریم خب نگاه کنید این برق و در واقع ولتاژ متناوب رو میایم در واقع با گذاشتن منابع در واقع سویچینگ یا در واقع حالا به شکل دیگه میایم در واقع چیکار میکنیم بچه میایم در واقع اینو یه مقدار اینجوری میان نرمش میکنن میبینید به این شکل اینجوری میان در واقع نرمش میکنن البته به این شکلم نیست دقیقا بخوام براتون بکشم به این شکل است چون یعنی دیسی دیگه یعنی دیسی هستش که در واقع ریپل داره با خازن صافی میان ریپلش رو میگیرن این الان ای سی است اینجوری میشه در واقع نگاه کنید من یه مقدار این اینجوری نرمش میکنم اینجوری بچه درست شد چون نرمش میکنن در واقع به اینا میگن کمپرسرهای در واقع دی سی حالا تفاوتش با این چی است این کمپرسور رو هیچ موقع روشن نمیشه همیشه آروم آروم داره میچرخه ها وقتی آروم آروم داره میچرخه وقتی شما دما رو پنل داخلی رو میدید پایین یعنی بریم مثلا میزنید رو 18 درجه این دیگه نمیخواد دیده به استارت بکنه و 3 تا 5 برابر جریان نامی مثل این کمپرسور بخواد از شبکه بکشه آروم آروم دورش رو زیاد میکنه درست شد پس دیگه مصرف برقش کمتر میشه عمرش بیشتر میشه ولی نه بهتون بگم ما در موقع مقابل نوسانات برق حساسیتش بیشتر است حتما باید محافظ ولتاژ بزنین هم این هم بردش در واقع حفاظت بشه حالا اگر دوست دارین که بیشتر براتون شکاف بدم اینو سه تا قلب قرمز تو قسمت کامنت ها بذارین اگر که از دورهای کولرگازی پکیج پکیج شو و بقیه سنتی ما استفاده نکردین این پایین شماره رو تو کپشن گذاشتم میتونین پیام بدین تو واتساپ و تلگرام از ادمین سوال بپرسین تا دوره ها رو در اختیارتون قرار بده خیلی دوستتون دارم محمد نیا هستم هر سوالی هم داشتید تو کامنت ازم بپرسید